خدمت شما بینندگان عزیز برنامه خبرها و رسانه ها. امروز هم در خدمت شما هستیم با خبرهایی که در هفته پیش، هفته‌ای که گذروندیم گذشت. البته خبرهای انتخابی. امروز 27 دسامبر هست و برابر با 6 دی ماه. میریم و آغاز میکنیم با روزنامه مردم سالاری. مردم سالاری روز 5 دی ماه. تیتر از سوی رئیس جمهوری صورت گرفت. مأموریت وزیر راه برای انتقال پایتخت. وزیر کشور با اعلام اینکه رئیس جمهور نسبت به اصل موضوع انتقال پایتخت نظر مثبتی دارد، از وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول برآوردهای مالی این موضوع از جانب دولت نام برد. به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره بحث انتقال مرکز سیاسی از تهران اظهار کرد آقای روحانی نسبت به اصل این موضوع نظر مثبتی دارد و دولت در این باره همکاری های جدی با مجلس خواهد داشت. روزنامه مردم سالاری همان روز. رئیس هیئت پارلمان اروپا: به هاشمی بی احترامی نکردم. رئیس هیئت پارلمان اروپا درباره بلند نشدن خود، جنجالی که البته خب بیشتر روزنامه های اصولگرا ایجاد کرده بودند و حتی تلویزیون ایران هم بهش پرداخته بود. رئیس هیئت پارلمان اروپا درباره بلند نشدن خود در قبال رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت که موضوع هیچ ارتباطی با بی احترامی نداشت. میزبان به ما گفت بنشینیم و من از رسم بلند شدن اصلا خبر نداشتم. روزنامه کیهان 5 دی ماه تیتر در جلسه علنی دیروز مطرح شد. غنی‌سازی 60% پیشنهاد 100 نماینده مجلس. طرح الزام دولت به غنی‌سازی اورانیوم به میزان 60% در جهت تامین نیازهای صلح‌آمیز داخلی با 100 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. کیهان همان روز: آیت الله آملی لاریجانی: فتنه‌گران پررویی نکنند، هم صدایی با دشمن فراموش شدنی نیست. خدمتتون عرض کنم که فراوون تو 2-3 روز گذشته راجع به بحث حالا اتفاقات 88 به عنوانی که البته اونها نام میبرند فتنه، اسم برده شده و راجع بهش صحبت شده و در موردش تبلیغات شدیداً داره صورت میگیره تو این روزنامه های تندرو خصوصا و سایت هاشون. البته آیت الله لاریجانی با توجه به اظهارات برخی از کسانی که به نحوی در شکل گیری فتنه 88 به زعم اینها البته نقش داشتند گفت: متاسفانه برخی از کسانی که در فتنه دخیل بودند برای راه اندازی جریان های فتنه در کشور اتاق فکر تشکیل دادند، ادعا می کنند از ظلمی که به ما شده است می گذریم که در پاسخ به آنها باید گفت پررویی و بی‌حیایی هم حدی دارد. من قبلا از شما معذرت می خوام به خاطر اینکه مجبورم این کلمه فتنه رو بگم، به هر حال نقل قول هست از این روزنامه ها. و اما رسالت 4 دی ماه تیتر: حسین شریعت مداری در همایش دانشگاه صدی در برابر فتنه. زارن یه همچین همایشی هم برگزار کردن توی تهران با همچین نامی. تحریم نتیجه شکست آمریکا در فتنه 88 است. شریعت مداری گفت معاون امنیتی دیکچنی از نوکان هاست. از آن می کند در نشستی در آلمان با حضور اپوزیسیون ایران که برخی از آنها از دوستان اصلاح طلب بودند حضور داشتند، آنها توصیه هایی داشتند و یکی از آنها این بود که باید تحریم ها یک باره باشد، زیرا تحریم اگر تدریجی باشد نقش واکسن را بازی می کند، به نقل از آقای شریعت مداری و البته روزنامه رسالت. رسالت همان روز: محمد ناظمی: نرخ باروری به 1.7% سقوط کرد. رئیس سازمان ثبت احوال کشور با هشدار نسبت به کاهش نرخ رشد جمعیت گفت میانگین نرخ باروری در کشور به 1.7% سقوط کرده و چنانچه این نرخ با این روند ادامه پیدا کند، 30 سال آینده نرخ رشد به 0 خواهد رسید و میزان ولادت و فوت البته مساوی خواهد شد، لذا با کاهش و سقوط جمعیت مواجه خواهیم شد. روزنامه شرق 3 دی ماه تیتر: کابینه اردوغان زیر فشار افکار عمومی، زلزله سیاسی فساد
مالی. شرق همان روز توقف درمان کودکان شینابادی به دلیل عدم باریز پول. سه روزی است که 12 کودک شینابادی برای ادامه روند درمانی خود وارد تهران شدند و هنوز اقدامی برای درمان آنها صورت نگرفته است. خانواده های این دانش آموزان میگویند عدم واریز پول از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت به حساب بیمارستان محب و تیم پزشکی این دانش آموزان باعث توقف درمان دانش آموزان شینابادی و سرگردانی آنها در تهران شده است. بر اساس اظهارات والدین دانش آموزان حادثه دیده شیناباد، قرار بود وزارت آموزش پرورش 5 میلیارد تومان برای درمان 12 کودک دارای بیشترین حد آسیب دیدگی برای 5 سال روند درمانی به وزارت بهداشت و وزارت بهداشت به حساب بیمارستان محب واریز کند تا روند درمان این کودکان منظم و بدون وقفه انجام شود. اما تاکنون هیچ پولی به حساب بیمارستان محب واریز نشده و مشخص نیست این پول در وزارت آموزش پرورش مانده یا وزارت بهداشت. سایت ها رادیو کوچه بر اساس اعلام شورای ملی مقاومت، کمپ لیبرتی مورد حمله موشکی قرار گرفت. کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد در عراق که حدود 3000 نفر از اعضای مجاهدین خلق ایران در آن مستقر هستند، مورد حمله موشکی قرار گرفت. بنابر گزارش وبسایت مجاهدین خلق، به نقل از بیانیه شورای ملی مقاومت که بخش سیاسی این سازمان است، این حمله موشکی پنج شنبه شب 5 دی ماه در ساعت 11:21 به وقت محلی صورت گرفته است. این سازمان از دو نفر به نام‌های ویژن تهرانی و سام زرقامی به عنوان کشته شدگان این حمله نام برده و اعلام کرده تعدادی نیز زخمی شدند که حال بعضی از آنها وخیم است. خبرگزاری مهر، مرگ دهمین پلنگ در سال جاری. طول پلنگ گچساران به دلیل خونریزی داخلی تلف شد. دهمین پلنگ هم جان سالم به در نبرد. مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران از تلف شدن طول پلنگی که در جاده گچساران دیل با یک خودرو برخورد کرده بود و تصور می‌شد جان سالم به در برده، به دلیل خونریزی داخلی درگذشت، ظاهرا از بین رفته. باشگاه خبرنگاران احمدی مقدم: نباید کل ویچت مسدود شود. احمدی مقدم همچنین در مورد فیلتر شدن نرم افزار ویچت نیز گفت. شورای عالی فضای مجازی سه‌شنبه در حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد، ایشون گفتند، و در این جلسه به پیشنهاد نیروی انتظامی و حمایت وزیر ارتباطات مقرر شد کارگروهی در رابطه با نوسازی مصادیق مجرمانه و نوسازی فیلترینگ با روش‌های نوین ایجاد شود. وی با بیان اینکه اگر ویچت خوبی هایی دارد، نباید کل سرویس مسدود شود، گفت این کارگروه نسبت به شناسایی مضرات برنامه ها اقدام کرده و تنها بخش های مضر حذف می شود. بی بی سی فارسی: آیت الله مکارم شیرازی در مسئله حقوق بشر نمی توان با غربی ها توافق کرد. آیت الله مکارم شیرازی از مرجع تقلید شیعه گفت ایران اگر در مسئله اتمی با غربی ها به توافق برسد، در زمینه حقوق بشر نمیتواند. رادیو کوچه در حد تیتر آخرین خبر و البته متعلق به ایران هم نیست خبر، ولی خب خبر مهمیه. از سوی دولت موقت مصر، اخوان المسلمین در لیست گروه های تروریستی دولت مصر. ممنونم و سپاس از توجه شما. با ما در تماس باشید از طریق ایمیل برنامه contact@kuchemail.com. بدرود.